لحظه برقص و پای کوبی کن، همین لحظه همین لحظه برقص و پای کوبی کن، بیا با من همین لحظه 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 همین لحظه، بیا با من همین. سلام بچه ها، به قول زینب آفتاب بدم خدمتتون، حالتون چطوره؟ یه سری ظرف اینجا ریخته، گفتم دور هم بشوریم. و اینکه خیلی خوب روز قشنگ امروز و اومدم اینجا یه سلام خدمت شما بکنم و با دوستای اسپشیال افکتم که باهاتون ما با هم جمعای خصوصی تر تشکیل دادیم. بله، آدم واقعی که باشید میاد وارد راتون میدیم توی گروه آدمای واقعی. اکچولی اسم گروهمونو بچه ها باید بذارم آدمای واقعی، بچه هایی که توی گروه آدمای واقعی من هستین، آدمای خصوصی من هستین. سلام مریم جونم، آخ مریم یادم بنداز تو هم اضافه کنم به اون گروه، اضافه کنم باشی حالا اگه نبودی. بعد ساعت 12 قراره که با زن وایب بریم لایو، با شهرزاد بریم راجب زن وایب بیایم لایو صحبت کنیم، اما قبلش ظرفا رو بشوریم بعد یه آرایش ملو بکنیم. من عینکو میذارم برای اینکه خوشتیپ ترم اینطوری. نه منو چی نکنید، شما بچه که نیستیم خدا رو شکر، هممون هیچ کدوممون you have to earn it in a way. حالا ممکنه که ایو دستکشم کجا افتاده، منو چی نداره. توی اون پست آخر اینستاگرامم که گذاشتم گفتم بچه هایی که توی لایف میشناسمتون بهم کامنت بذارید که فالوتون کنم. خیلی هاتون کامنت گذاشتین، خیلی هاتون محبت دارید که میگین من تو رو فالو میکنم، خیلی وقت فالو میکنم اینا، یا لایواتو میام میبینم، مرسی که این کار میکنید. اما من خطابم به یک عده مشخصیه که میشناسمشون، یعنی میشناسمشون که نمیشناسم، ولی مثلا بچه هایی که مثل مریم، مثل آذر، مثل رمیسا، مثل خیلی های شماهای دیگه که من دارم میبینم، مثل میترا، که توی این لایو ها با هاتون یک تعاملی کردم، حالا چه لایو چه در کلاسایی که داشتم چه به عنوان مشاوره اومدید پیش من، به هر حال ثابت کردیم که فازمون به هم میخوره. اولا دوما که با هم حال کردیم یه جوری دیگه، میدونی صرف این که ما بریم توی لایو دیگران یعنی نیست. خب به هر حال هر کسی هم مرزای خودشو داره دیگه، حالا من اینجوری مرزامو دارم میبندم، ولی اینجوریه. حالا بگذاریم، اومدیم لایو داریم دوره هم با شماها با هممون صحبت میکنیم. جونم براتون بگه که یه سرگرمی جدید برای خودم شروع کردم و حال دارم میکنم باش. بچه نقاشی، بگو که ضرب زدی آبجی خیلی، ولی تا الان امتحان نمی کردم برای اینکه سرم گرم بشه یا برای آرامش یا برای چی. نقاشی بزرگ سالان میدونی از اینا که هستش که یه عکسه بعد تو باید رنگش کنی، انقدر کیف میده. البته من فیزیکیشو داشتم، یعنی با دست با مداد رنگی و موژیک و اینا ادامه ندادم، ولی الان روی آیپدم خیلی حال میکنم. دیشب ساعت 1 شب من داشتم فقط چیز میکردم، نقاشی میکردم. یعنی بلیوید چرا اینک زده؟ چرا فکر میکنی اینک زده؟ بیاین با هم دلایل اینک زنون من رو بررسی کنیم. بیاین بررسی
عوامل تاثیرگذار در عینک زدن شیرین رو بررسی کنیم. سلام زینب جون. افسانه هم میگه منم دارم این نقاشی رو انجام میدم. سلام زیگورات جان. زیگورات جان اسم تو یادم میره. ببین یکی از نکات منفی این که ما آیدی اینستاگراممون اسممون نباشه همینه. حساسیت داری. کامنت ها رو میبینی اینجوری. آره این عینکه خیلی کمرنگه. مشکیش کمرنگه. آفتاب بدم خدمتون. با اجازه بزرگتر آفتاب همچی امروز هست که اصلا دلم برای همین خواست آفتاب. چی آفتاب؟ عینک بزنم. باشگاه ثبت نام کردم ولی اصلا حوصله‌شو ندارم. کلا باشگاه دوست ندارم. چی کنم؟ میفهممت. نرو باشگاه. اگه ثبت نام خودتو بشناس دیگه. اگه نمیری که چیو ثبت نام کرد؟ مهداد. مرسی مهداد جان. مهداد 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 زیگورات مهداد زیگورات مهداد زیگورات 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 مهداد 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 مهداد. نه 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 لیزر نکن. همینطوری الکی عینک زدم. من که خوشتیپ‌تر شدم. نقاشی سایتو مایتو ولش کن. سایتو مایتو قربونت بشم. من جیگر طلای مادر قنبل حنای مادر. بنویس نقاشی بزرگ سالان یا بنویس به انگلیسی adult colouring. رنگامیزی برای بزرگ سالان. رنگامیزی برای بزرگ سالان. یه تصویرهای دورمشکی میاد توش رو رنگ میکنی. پرینت بگیر رنگ کن. سایت مایتو وللش. خیلی چیز بیگ دیلی نیست. منم به یه ماه رفتم ولی از تمرین تنبک و کلاس هم عقب مونده ناراحتم. من حامد هستم طراح گرافیک. وای رفت بالا. بذارینم حامد جون چی گفت. و میخوام نه تنها توی گروهت باشم بلکه منو بیشتر بشناسی. فازمون به هم میخوره. حامد جون چشم. حامد جون برو اون پسته که گذاشتم همین پست آخرم یه کامنت بذار که من پیدات کنم. بنویس من حامدم گرافیک. توی لایف امروز باهات حرف زدم که من بتونم بفهمم که تو اونی که پیدات کنم عزیزم. مریم بیام باهات معاشرت کنم. مریم معاشرت کنیم. باش. من الان نمیتونم با کسی برم لایف. یعنی نمیتونم نمیخوام برم با کسی لایف. طرحهای ماندلا. آره طرحهای ماندلا خیلی باحال. حالا بذار براتون نشون میدم بعد از این ظرفا رو شستم نقاشی که دارم میکنم و دیشب دارم یعنی نقاشی که از دیشب دارم رنگش میکنم و بهتون نشون میدم. خیلی تراپیوتیکه. تراپیوتیک یعنی چی؟ آرام بخشه. زدی تو کار تولید محتوا. ایوه الان من تو گروهی که میگی هستم. آره آذر جون ببین استوری گذاشتم برای کلوز فرند. استوری کلوز فرند های من دیگه برای شماهای گروه های بسته است. یعنی اصلا کسای دوست و رفیقا و آشناهام و کسایی که واقعا حضوری میشناسم هم اون تو نیستم. فقط بچه های دوستای اینی استا ارامی من. بچه ها بینی حساسیت و فین کنم. یه را سب کنی. با واسه این گوشت شاید گوشتون رو بگیرین. همین حالا همین حالا همین حالا همین حالا همین حالا حالا همین حالا همین حالا همین حالا بگرد و پای گوبی کن. بعد چی میخواستم بگم؟ بذار وسط از ورزش رو اینا بگم. ببین بذارین بهتون کلا ورزش رو ولش کن. بذارین بهتون یه چیزی بگم. اینکه ما ببین الان منم دارم با خودم روی این موضوع کار میکنم. ما همه آدم ها مخصوصا ما الان حالا ما هممون ایرانی هستیم فارسی زبان هستیم ایرانی هم نباشیم دور هم الان زبون همو میفهمیم. خب ما الان ولی مثلا من میتونم بگم 99% همون که الان ایرانی هستیم اینجا. خب روزگار سختی داریم میگذرونیم چه تو ایران چه خارج از ایران و کلن الان روزای سختی تو همه دنیا دارن میگذرونن. یعنی کلن دنیا یه حالی شده که اگر واقعا به خودت اهمیت ندی به
مغزت و روانت و روحت اهمیت ندی، مهم نیست چقدر پول داری. راستش بخوای کامنت نمیتونم بذارم، حالا امکان نیست. نه دیگه، نه من نمیتونم. حامد جان شرمنده اخلاق ورزشید. خب گوش کنید، انقدر مهم، یعنی مهم نیست که ما از زندگی دیگران چی میبینیم که تر ما میگیم نه ولی یه عده واقعا دارن حالشو میبرن. نه، تو تا از درون خودتو نتونی بالانس کنی، بالانس کنی، متعادل کنی، تا خودت نتونی خودتو رو پا نگه داری از نظر حال روز به روزه، حال روزمرت، نه حال کلیت، نه حال این که سالمم سرمت، این که تو بتونی هر روز یک روتینی رو با انرژی کامل، با انرژی کافی انجام بدی، برای خیلی ها سخت شده، برای منم سخت شده، تعارف که ندارم با هاتون. خب حالا نگاه کن، روزا نوشته همه مال بیپولیه. نه روزا، باور کن مال بیپول نیستش. من خیلی ها رو میشناسم از نظر وضع مالیشون، اصلا مشکل، اصلا دغدغه‌شون الان بحث مالی نیست، ولی هر روز ناراحتن، یا اینکه یه روز درمیون، یعنی با خودشون درگیرن. مسئله پول نیست، مسئله دغدغه های مالی نیست. مسئله دغدغه مالی میتونه سطح داستان باشه، و کسی که دغدغه مالی داره فکر میکنه که اگه دغدغه مالیش برطرف بشه حالش دیگه خوب میشه. بعد شما دغدغه مالیت خوب برطرف میشه و حالت خوب نمیشه، بعد کف میکنی، میگی چطور شد که اینطور شد، چطور به تو گیر ندادم، میگی یعنی چی، من چرا هنوز حالم بده. و خیلی ها هنوز این مدلی هستن. این حرفا سارا میگه باید چش تو چش باشه، با عینک کیفیتش میره پایین. نه بذار عینک باشه. من دارم الان با آفتابی که توی بیرونه حال میکنم. مسئله بی هدفیه، اونم که پول داره نمیدونه چیکارش کنه. آره، مسئله اینه که تو بتونی با همینی که هستی در صلح باشی، با همین زندگی که داری در صلح باشی. نمیگم چیزی نخوای، نه، میگم خشمگین نباشی، دست و پا نزنی که بخوای اینی که هستی نباشی. در صلح بودن با خود یعنی این که بپذیری که همینه، چیز دیگه قرار نیست باشه. اگر من چیز دیگه ای رو میخوام اضافه کنم به این زندگی، براش تلاش میکنم، اما اگر نشود، اگر نمیشه، اگر الان وقتش نیست، میپذیرم، مشاهدش میکنم، میگم خب همینه دیگه. و همینه دیگه به این معنی نیستش که زانوی غم بگیرم به بغل و ترک دنیا کنم و با خودم لج کنم و به خودم آسیب بزنم، به دیگری آسیب بزنم. نه، به این معنیه که لگد نزنم به در و دیوار. به این معنیه که همینه، زندگی قرار نیست شاخ و دم داشته باشه، زندگی قرار نیستش یک چیز ماورایی عجیبی غریبی باشه. و خیلی سخته، چون ما مدام تحت این چشمامون داره عکس‌ها و ویدئوهای ساختگی دیگران رو می‌بینن. هممون می‌دونیم چقدر از این موضوع آگاهی دارن. شاید ندیده باشین شماها، ولی واقعا اگر ندیدین برید بگردین ببینید، یا خودتون دیدین. بسیاری از این کسایی، همه آدم، من عکس و ویدئو میذارم
اگر مثلا من ویدئو میذارم از یه جایی دارم راه میرم، یه منظره قشنگ رو ویدئو میگیرم، میرم یه رستوران لیوانم رو اینطوری میگیرم میگم عکس بگیر از من، همون لحظه همون ثانیه است که شما میبینید قبل و بعدش اصل میتونه کاملا کنفیکون باشه، یعنی میتونه کاملا متفاوت باشه. میتونه قبلش من دعوام شده باشه با یه کسی که مثلا رفیقم جلوم نشسته باشه بگه ولش کن بیا ازت یه عکس بگیرم نشون نده فلان، نه دلگیر نشدم حامد جون قربانت نگران نباش اصلا دلگیر نشدم اصلا چیز که نه حالا راجبه اینم باید صحبت کنم، دلگیر مرگیر شخصی مخصی نگیریم انقدر همه چیو. یکی میگه من اینو میخوام، منم میگم خیلی خوب اگه میخوای اینو بکنی این کارو باید بکنی این کارو باید بکنی، اون طرف میگه نه من نمیخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، میگم خیلی خوب تو میخوای این کارو بکنی اون کارو بکنی اشکال نداره، ولی من باید این کارو بکنم اون کارو بکنم، بعد اگر این کارو بکنم اون کارو نکنم من و این کارو بکنم اون کارو نکنم تو با هم جور در میاد فدای سرمون، اشکال نداره ناراحتی نداره حامد جونم، هر کسی برای خودش مرز و حد و مرز و شرایط و خواسته ها و نیازهای مشخصی داره، گاهی وقتا نیازهای ما تطبیق نداره روی هم، خواسته های ما تطابق ندارن، اشکالی نداره ما آدمیم قرار نیست هممون عین هم باشیم. بعد آره میخوام اینو بهتون بگم که هر عکس و ویدئوی که الان امروز دیدین، بیاین با خودتون این تمرین رو امروز انجام بدین بچه ها، هر عکس و ویدئوی از هر کسی دیدید که باعث شد شما برید تو خودتون بگین منم میخوام، این چرا من اینطوری نیستم، حسرت بخورید، یه هم مچ خودتو بگیر بگو آه یه لحظه کن، اولا که این اون خرابکار ذهن منه، اون قبلا واسه تو گفتم نگفتم خرابکارای ذهنمون، ما یه سری خرابکار داریم تو کلمون، کارشون خرابکاریه، یه سری شغل داشته، I don't want baby I'm fasting so you have it thank you چیز ما وقتی بچه هستیم یک سری چیزایی توی روانمون هست که برای مراقبت از ماست و برای اینه که ما رو امن نگه دارن، برای اینکه زنده بمونیم هستن، کارشون زنده نگه داشتن ماست، هم از نظر عاطفی هم از نظر فیزیکی. وقتی که بزرگ میشیم دیگه ما میتونیم از خودمون مراقبت کنیم و زنده نگه داریم خودمون رو، ولی اونا هنوز هستن، اونا بازنشست شدن ولی خیلی دلشون میخواد که یه گوزی گاز بزنن، ولی گوزی که اونا گاز میزنن دیگه در بزرگسالی به درد ما نمیخوره، بلکه به ضرر ما کار میکنه. آره علی رضا جان روزم، ولی روزه مذهبی نیستم، روزه سلامتی هم، یعنی آب ماک میخورم ولی جامدات نه. بعد چیزه چی میخواستم بگم، آره اینا بعد کارشون هر کاری میکنن در ذهنم، هممون همتونم داریم، یعنی هر کی بگه نه من ندارم آگاهی نداره نمیدونه، باید یه سیلی بخوره تا به خودش بیاد، نه حالا اینو به سیلی و به شوخی میگم. بگذاریم برمیگردیم سر خرابکارای مغزمون. خب شما خرابکارای ذهنت فقط میخوان حالتو بگیرن، فقط میخوان حالتو بگیرن، یعنی اصلا استخدام شدن که حالتو رو بگیرن، و هر موقع که ناراحت میشی تقصیر هیچ کس نیست، فقط تقصیر خرابکارای ذهن توه. اگر شروع میکنی حسرت خوردن، اگر شروع میکنی احساس قربانی کردن، احساس نقص کردن، بد بودن، کافی نبودن، اینا دسترنج خرابکاره مغز شماست عزیزم. کار چارش چیه؟ بزنین بریم بشینیم آرایش کنیم چارش رو بهتون بگم. همین گوشی رو نگه دارین دوستان عزیز، محکم بشینید، میخواییم بریم این سمت خونه. همین حالا همین لحظه برای من برقص و پای کوبی کن، همین حالا همین لحظه برقص و پای کوبی کن. خب
شیرین جون کنجکاو شدم فقط از این که پرسم. اوکی علیرضا جان اشکال نداره. خب چی میگفتم؟ آها، حالا ما این احساسا رو میکنیم، اذیت میشیم، بعد میفهمیم که خرابکاره. مرحله اول چیه بچه‌ها؟ اینه که مچ خرابکاره رو بگیرید، بگین اوه سلام خرابکاره قشنگ من، اینطوری. حالا چطوره مامان جان؟ چطور خوبه؟ کجا میری؟ کجا؟ انقدر سری نرو، پیادشو با هم بریم. آره با خرابکارت صحبت کن، مچشو بگیر. مچشو که گرفتی حالا بگو خیلی خوب. عاقل جان کجایی؟ دین دین دین، عاقل محترم، عاقل خردمند به بخش اورژانس. دین دین دین، خانم خردمند، خانم خردمند به بخش اورژانس. خردمند میاد میشینه صندلی، میگه خرابکار جان وخی وخی گم برو. خرابکار که وخی زه گم بره، خردمند میاد تو صندلی میشینه میگه که آها عزیز من یه چند ابزار دارم که میتونه به تو کمک کنه این حال شخمی تو خوب کنه. این ابزارا چیه؟ یکیش همدلی، شفقت با خوده. خب یعنی که با خودت مهربون باش، بگو تو داری این همه سعی و تلاش کار میکنی عزیزم، صبور باش، من میفهممت، ناراحت شدی، دوست داری تو هم الان حالت بهتر باشه، ولی داری تلاشتو میکنی، اشکال نداره، من دردتو میفهمم، ولی به خودت آسیب نزن. با خودت مثل رفیقت، مثل دوستی که دوستش داری، مثل کسی که عاشقشی، اگه مادری پدری، مثل این که با بچت داری حرف میزنی، حرف بزن با خودت. و اگر با فکر کردن بدون حرف زدن این کار براتون تاثیر نداره، بلند بلند بگین همینطوری که من میگم. رمیزا جون نوکر. خب یکی از ابزاراش اینه، امپاتی، همدلی. 5 تا ابزار داره خانم خردمند. خانم خردمند 5 تا ابزار داره که همیشه جواب میده. حالا داستان چیه بچه ها؟ افسانه جون خودت خوبی. آره اهدیه، اهدیه من تو رو فالو کردم. اهدیه الان فالت کردم، خب شو پیدات کردم. خب چی میگفتم؟ یه لحظه صبر کنی، صبر کن، 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 صبر کن. آها ابزارهای دیگه داره خانم خردمند، ولی من اینجا نمیگم بهتون. چرا؟ چون مفت مفت که نیستش. نه این روش تبلیغات آنلاینه. دیوانم منم ها. نه من هر کسی رو فالو نمیکنم، کسایی که دلم بخواد رو فالو میکنم. صرف این که شما بگین منو فالو کن، این که گوسفند نیستم هر کی هر چی بگه انجام بدم. ضد آفتاب زده بودم از قبل ها، یادتون نره. درود بر شما. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ که سالتی ندارین، والدتون چطوره؟ بلا نگوری سوسک سیاه، ذلیل بشی الهی. چه حرفا، چه چیزا، آدم شاخ در میاره. کانسلر جدید نگرفتم؟ نه همونه، دوتا دارم، با هم رفتیم خرید گرفتم، یادتون نیست؟ من با حرفام گریم گرفت، واقعا حالم بده. پری جون میدونم، اشکال نداره، گریه کرد جلوی گریهتون هم نگیرین، وقتی گریه هم میکنین نفس بکشید. ببین دیدی این جمله های انگیزشی رو؟ یه سریاش الکی انگیزشی نیست، همش الکی انگیزشی نیست، ولی وقتی که ما خشم داریم یا هرس داریم یا کینه داریم، جمله های انگیزشی هرسمون میده.
ولی الکی جمله انگیزشی نشدن. یعنی اگر وقتی توی زن وایب ما پست میذاریم میگیم که برای اینکه برگردی به زمان حال نفس عمیق بکش، به خاطر اینکه واقعا بهترین و مؤثرترین کاری که تو میکنی میتونی بکنی برای اینکه از حال بدت قطع کنی خودتو، خب قطع شقایق واسه من حرفتو رو بعدن چیز کنم، برای اینکه قطع کنی خودتو باید نفس عمیق بکشی. و وقتی نفس عمیق میکشی، فقط نفس عمیق نکش که این شوشات پر بشه و خالی بشه، نه، بهش فکر کن، برگرد هوا از توی این سوراخ بینیت میره، دمای هوا رو ببین، وقتی وارد وقتی نفس میکشی دم میگیری، ببین هوا چه دمایی داره، وقتی میاد بیرون چه دمایی داره. توجه تو بیار روی مشخصات و جزئیات نفسی که میخوای بکشی و حالت خوب میشه. وقتی گریه میکنی میبینی نفسمون بند میاد، اینطوری میشه، نفس بکش. اینا کمک میکنه و انقدر که جلو خودتون رو میگیرین، جلو احساساتتون رو میگیرین و با خودتون مهربون نیستین، که تا یکی یه چیزی میگه که انگشت میذاره روی نقطه ناراحتی شما، گریهتون میگیره. منم همینطوریم، هممون همینطوری هستیم. حالا بذار ببینیم شقایق چی گفت. شیرین جون، همون روز که گفتی استوری ها رو زیاد ریپلای نکنین، دینگ دینگ صدا بده کلافه میشی، من دوتا استوری ازت گذاشتم ولی تگت نکردم، ولی خب انقدر خوشحالم که استوری ها میبینی. وای نگم که قربونت برم شقیق جون، مرسی که رعایت کردی و به خواسته من احترام گذاشتی. مسئله اینه که من خب واقعا این یکی از چیزای منه دیگه، یکی از ضعف‌های منه، یا ضعفم نیستش، یکی از ویژگی‌های شخصیتی یا عادت‌های رفتاری منه که چون کارهای مختلف زیادی در روز رو بهشون فکر میکنم و روش کارش عمل میکنم، این که مدام و من یک باز حساسیت مسخره دیگه دارم، اینه که باید نوتیفیکیشن که میبینم اینا رو از بین ببرم. و وقتی که مثلا خب عزیزترین فرد زندگی منم این کار رو میکرد، بهش گفتم دیگه این کار رو نمیکنه، قربونش برم، که هر استوری که میبینین لازم نیست بگین به به چه قشنگه، وای اینو دوست دارم، لایک. به خاطر اینکه خب میدونم دیگه، مثلا چون میتونید قلبو بزنید، فقط وقتی استوریو میزنید لایکو بزنید که یعنی استوری تو دوست دارم. یا مثلا من میدونم که ما وقتی که یه کسیو که دوستش داریم فالومون میکنه، اولش خیلی ذوق داریم، من میفهمم حال شما رو و باعث افتخار منم هستش که انقدر به من محبت دارین. اما به محض اینکه ببین، من نمیخوام اینو خطاب به تو بگم شقایق، این دارم کلی میگم، امیدوارم متوجه بشی. به محض اینکه من بفهمم یکی داره چاپلوسی میکنه، کاملا متضاد خواستش عمل میکنم، کاملا متضاد خواستش عمل میکنم. به محض اینکه احساس کنم یکی میخواد از این هر نوع رابطه‌ای که بین من با اون، کانکشنی که بین من با اون شکل گرفته، سوء استفاده کنه یا ازش بخواد منفعت ببره و فکر کنه که من خرم، حالا شاید اون این فکر رو نکنه ها، ولی من ممکنه این فکر رو بکنم، تموم میشه. و اینه، I'm sorry but this is how I operate. قربونت سیلویا جون. نه شاخص شادی جون، اردوبهشتی نیستم، مردادیم. حالا تگ کردن مثلا، ببین بذارین براتون داستان اوتی مبوسه رو بگم. اوتی مبوسه کیه؟ یه برنامه توی شبکه یک بی بی سی، یعنی کانال شبکه انگلیس، تلویزیون انگلیس، صدا سیما انگلیس، هر سال پخش میشه به اسم چی؟ Strictly Come Dancing. پس چطور اون آقاها رو که نشناختید که بهت ضرر زد و متضرر شدی؟
چرت و پرت هم کم بعضیا نمیگن. یکم درک عمومیتونم ببرین بالا. شور آدم، من که مثلا خدا، اگه فکر میکنی من خدا هم که نه، من خدا نیستم، من یه آدم معمولی هم که هر روز دارم یاد میگیرم، اشتباه میکنم یاد میگیرم، اشتباه میکنم یاد میگیرم. اگر من فکر نمیکنی من خدامو، میگی چطور شد پس چرا گول اون آقا هر خوردی که همدلیت کجا رفته که اینطوری میگی؟ میخوای مثلا مچه کیو بگیری؟ چرا اینجوری فکر نمیکنی که دوستت دارن و میخوان انگیجمنت تو بالا ببرن؟ حالا با کامنت رو. خب فیوریت ریسیپیز، چرا فکر میکنی که من اینجوری فکر نمیکنم؟ مگه من همون اول نگفتم با اینکه ازتون ممنونم که منو دوست دارید؟ ها، مگه نگفتم که من سپاسگزارم از اینکه شماها این حسو به من دارید؟ ولی آدم درک متقابل یعنی دو طرفه همو درک کنن. هر کسی یه گنجایشی داره، هر کسی یه گنجایشی داره. تو یه گنجایش انقدر داری، یکی انقدر به اندازه این ظرف گنجایش داره، یکی اندازه یک دنیا گنجایش داره، یکی اصلا گنجایش نداره. من هر روز یه نفر که نیستش، هر روز حساب کن 100 نفر، اگر تو 10 تا استوری گذاشته باشی، هر کدوم از این 100 نفر روی هر 10 تای این استوریا کامنت بدن، میشه 1000 تا کامنت. و هر روز من 1000 تا کامنت رو بخوام جواب بدم، نمیشه دیگه، نمیتونم دیگه. ولی مسئله امپاتی و همدلی به درد همه میخوره، به درد شما، به درد خودمون اول میخوره. وقتی یکی دیگر رو بتونیم، نمیخوام بگم توجیهش کنیم ها، بگیم آقا این آدم این مدلیه، خیلی اتفاقا میتونه باعث شده باشه که این آدم این مدلی باشه، این رفتار رو کرده، جوابمو نمیده، خب چرا شخصیش بگیرم؟ مثلا میگم شما مشکلات خودشو داره. این باعث میشه اول از همه شما اون خشمتون یا کینه‌ای که به دل گرفتین یا ناراحتی که دارین فروکش کنه و بعدش دارید به یکی دیگه محبت میکنین به خاطر اینکه درکش کردید. سلام امستریدا، چند تا پیام فرستادم برای نخوندی، ازم ناراحت نشو. کجا انگلیس هستی؟ کاش میتونستم بیام از نزدیک ببینمت. ناراحت نشدم حامد جان، من اصلا شما رو نمیشناسم که ناراحت بشم یا نشم. نه نمیگم کجای انگلیس هستم، چون وقتی من یکی رو نمیشناسم و وقتی که میبینم یه نفر انقدر سری با من صمیمی میشه میترسم، اصلا کلا میرم عقب، نمیگم بهت کجای انگلیس هستم، نه یا منو بخوری. به شوخی دارم، شوخی هم زیاد میکنم بچه ها، سری بهتون بر نخوره. خب اینو زدیم که چی بزنیم؟ ریمل. سوال منم جواب بده. ماریا نیدم سوالت. من یه چیزی متوجه نشدم. همه میگن ریپلای کنید، کامنت بذارید چون انگیجمنت پیج بالا بره. انگیجمنت واقعی آخه من دوست دارم. همه میگن که همه هم نمیگن واقعا. مثلا من همه نیستم دیگه، من که نمیگم. من میگم من مثلا اگه سوالی از شما میپرسم، خواسته ای ازتون دارم، خب ممنون میشم به خواسته یا سوال من جواب بدین، پاسخ بدین. و مخصوصا وقتی که ببین، خب آخه ماهایی که پیجای عمومی داریم، دایرکت ها دو دسته میشن. دسته اول میرن توی ریکوست، میشه درخواست ها، که ریکوست ها رو ما نوتیفیکیشن نمیگیریم، یعنی میره توی صندوق امانات. من میتونم هر موقع دلم خواست با فراغ بال برم این درخواست های پیام رو ببینم. یه در درخواستاشون رو پاسخ میدید، در باز میشه. در که باز میشه، شما دیگه هر روز میتونی رفت و آمد کنی، مثل این درای فنری توی فیلم های تگزاسی هست. شما هر روز میتونی تلیک تلیک بیای توی دایرکت به من پیام بدی دیگه. اونجا من یکی میتونه ایگنور کنه، یکی میتونه اصلا نبینه،
بگه آقا 1000 تا هم نوتیفیکیشن بگیرم به من ربطی ندارم. من هر موقع حال کردم میام ببینم که واقعا خوش به حال اون آدم. یکی مثل من میگه نه، من روزانه باید ببینم. هیچی دیگه، حالا باید تصمیم بگیرم هر روز مثلا باید بگیرم بگم خب من دل اینو بشکنم یا اعصاب خودم به نابره. بعد زنم تصمیم گیرم دل یکی رو بشکنم. قربونت مری جان، موجه هم ریخت دیگه، انقدر که من چشام میمالونم موجه هایی که نیلوفر برام گذاشته بود ریخت و فعلا تصمیم دارم نبرم موجه هامو درست کنم دوباره، نه ناخونامو. ناخونام که به فاک عظما رفت بچه ها. مرتی که انقدر ناخونگی رو تا ته گذاشته که ناخونای من درد میکنه. خاک برسری. مهمونی میری؟ نه مبینه، بر دل خودم دارم آرایش میکنم. البته که نه علکی گفتم برای دل خودم. قراره باز نیم ساعت دیگه ما بریم بیایم لایو راجع پروژه زن وایب با هم با شما صحبت کنیم. اگه دوست داشتین بیاین گوش بدین ممنونتون میشه. ببین الان این موجه گوزیده شبیه دست و پای سوسک شده. خراب، اصلا تولیدی لیده شده توی موجه های من الان. به ناخونا روغن نارگیل بزن. آخ به من باش. مرس. نیل مجبک بزن به ناخونات. نیل مجبک چیه؟ آره قربونت خاطره جون، تو یوتیوب میذارم اینو. خیلی خوب، اینم از یهو این انرژی من کاهش پیدا میکنه. خط چش آجوری بزنیم بچه ها، یا خط چش آبو، یا خط چش زرد. زرده کو اینها. اول چی زدی به صورتت؟ اول کانسیلر زدم به صورت. آها نیل ماجیک. اه باش، ماجیک بوده منظورش. مهرداد جون مرسی. قشنگ جو کامنت ها جامعه شناسی. زرد برو سمیه، برو لایف دیگه تموش، من اینو میذارم یوتیوب بعدم برو ببین. افسانه جون در مورد زن وایب نیم ساعت دیگه میایم صحبت میکنیم. نیم ساعت دیگه کمتر، قرار ساعت 12 به وقت انگلیس من و شهرزاد بیایم لایف. قربون ادازت. آجوری، آبی، زرد، آبی. آها بذاری نقاشی رو نشونتون بدم که دارم من تمومش نمیکنم. نقاشی بچه ها. اجازه بدید. خب ببین وایسید. چرا از کانال انداختنم بیرون؟ دنیز برای اینکه با اخلاق گوهم حال نمی کردن. خیلی به نظرشون من بیادب بودم. گفتن دیگه به درد نمی خوری. بر بیرون. اینجوری بود که منو از کانال بیرونم کردن. خیالت راحت شد؟ حالا گمشو بر بیرون. خانگا کن. این بود اولش. خب من رفتم روی گوگل کروم تو اینترنت تو دنیای فضای مجازی نوشتم. نقاشی بزرگ سالان Adult Painting. آجوری یا زرد آبی؟ نه چون دیروز بود. آها رمیسا راست میگه. خب بعد اینطوری نوشتیم. چی بچه ها نوشتیم؟ یعنی برید توی گوگل بنویسین Adult کالرینگ. خب بعد عکس مختلف میاره، من اینو انتخاب کردم. بعد نشستم نقاشی کردن شد. مثلا دیشب من در 2 ساعت اینو انجام دادم.
این جوک دمونه. آره دنیز جان، برای همین تو ما با اون لحن قشنگت صحبت میکنی چرا انداختنت بیرون. اول از همه چرا فکر میکنی من انداختنت بیرون؟ بعدش هم اگر یه کسی که خیلی مثلا میخواد با آدم و مهربون باشه اونجوری حرف نمیزنه که انداختنت بیرون، میگه مثلا چی شد که از من و تو رفتی بیرون. یکم به احساسات آدم ها اهمیت بدین، مخصوصا وقتی میخواین رو در رو باشون صحبت کنید. حالا بعد مثلا بیاین الان با هم این زنبوره رو رنگ کنیم. مثلا بیاین اینو رنگ معمولی کنیم، یعنی مثلا هم چون مثلا من سعی میکنم گاهی اینو ریالیستیکلی رنگ میکنیم. مهرداد، لایو زنبای فقط برای خانوما نیست، نه برای همه است، چون میخواییم بیاییم راجع به پروژه کیکستارترمون صحبت کنیم و نیاز داریم به کمک آدم ها. که ببین ما 56 روز الان وقت داریم که پول جمع کنیم، ما دلمون میخواد زنبای با بزرگ کنیم و از آدم ها داریم تقاضا میکنیم که در جمع‌آوری پول به ما کمک کنن و که مثلا براشون هم توضیح میدیم که اصلا چی بوده و اینا. خلاصه میخوایم بیایم راجع به این صحبت کنیم که ما چیکارا کردیم، چیکارا میخوایم بکنیم. همسر من منو با همکار خانومش مقایسه میکنه، حالم واقعا بده، خیلی کار بدی میکنه. اولا مهدیر جون، دوما که چرا بهش نمیگی؟ یا شاید هم بهش میگی، ولی مهم اینه که چجوری میگی و گفتن بعد از این که میگی چه کارایی میکنی، میدونی؟ چون این تویی که باید حد و مرز تو مشخص بکنی واسه اطرافیانت. مثلا اگر همسر من بیاد منو با همکار همکارش مقایسه کنه که هنوز مقایسه نکرده، میخوبونم تو گوشش، میگم که میدونستی این کار، این حرفایی که تو میزنی و این کار مقایسه هایی که میکنی، این رفتاری که تو داری من رو خیلی اذیت میکنه و ناراحتم میکنه و دلمو میشکنه. یعنی اتفاقی که برات میفته و تأثیری که از حرفای شوهرت میگیری رو بهش بگو. ما فکر میکنیم آدما میتونن احساسات ما رو بخونن یا فکر میکنن دیگه خب واضحه دیگه این رفتار درست نیست، ولی آدما نمیکنن معمولا این کارو و این وظیفه یا توه که از خودت محافظت کنی، از روانت محافظت کنی و بری بهش بگی که از من از این کارت خوشم نمیاد. چرا؟ برای اینکه من همسر تو هم، من نیاز دارم از تو عشق و محبت و حمایت و این چیزا رو بگیرم و تو با این رفتار تو مقایسه های روزانت بدتر داری به روحیه من، به حال من، به همسرت که اسمش روش همسرتم آسیب میزنی. بعد اون مثلا میگه من برای خودت میگم، من میخوام که تو پیشرفت کنی، بگو که تو میخوای من پیشرفت کنم، به هم کمک کن، به ضرر و در راسته آسیب زدن به من چیز نکن. حالا تو فکر میکن شاید به نظر تو این راهش باشه برای اینکه مثلا به من کمک کنی، ولی من دارم بهت میگم این راهش نیست، چون بیشتر داری به من آسیب میزنی. و اگر نیت تو واقعا کمک کردن به من و حمایت به من و رشد من هست،
بدان و آگاه باش که این رفتارت آسیب داره میزنه و اون نتیجه‌ای که تو میخوای رو نمیگیره. حالا تو میتونی به این کارت ادامه بدی ها شوهر جان. خب میتونی بگی که حالا تو به این کارت هم میتونی ادامه بدی، اما بدان و آگاه باش که دفعه دیگه که به این کارت ادامه دادی و من رو ناراحت کردی، دیگه من نمیام بهت اینطوری بگم و ممکنه که من سرد بشم، ممکنه که بذارم برم، ممکنه که دیگه دلم نخواد با تو زندگی کنم، چون من یک بار بیشتر زندگی نمی کنم و این رفتارای تو رفتاری نیستش که نیاز من به داشتن یک یار صمیمی و پارتنر و شریک زندگی رو داره پاسخ نمیده. و اینم بهتون بگم، آها اینم بگم بچه، حالا من ما اینو گفتیم اگه ادامه بده مثلا رهاش کن، یکی دیدم الان نوشته اینجا، آره منم همینو گفتم، ولی شما نمیتونید که یه حرفی رو بزنید هر دفعه و بهش به چشم سلاح نگاه کنید، بگین هر دفعه، مثلا خیلی مادر پدرها هم من دیدم که این کارو میکنن، مثلا به بچه‌شون میگن اگه یک بار دیگه این کارو بکنی اینطوری میشه و هیچ کاری نمیکنن. اون وقت شما میشین چوپان دروغگو، نه تنها خودتون، نه تنها واسه اون طرف میشین چوپان دروغگو، بلکه به مراتب بیشتر به خودتون آسیب میزنید. پس اگر یه حرفی میزنید که قراره بهش عمل کنید، اگر نمیخواید عمل کنید اون حرفو نزنید. قبلش فکر کنید. برای دفعه دیگه ای که میخوای با همسرت روبرو بشی و نیازت رو بیان کنی، بهش قبلا فکر کن. در سرت مکالمه ای که ممکنه رخ بده، یا ورژن ها و مدل های مختلفی که ممکنه این مکالمه جلو بره رو بهش فکر کن، که اون وقت یه چیزی که میگی بتونی بهش عمل کنی. چون اگه هی بخواین هر دفعه بگین به خدا اگر یک بار دیگه اینطوری با من صحبت کنی این کار رو میکنم، به پدرت میگم، به مادرت میگم، تو رو ترک میکنم، بچه رو برمیدارم میرم، از این کار رو بکنید، ولی نه، عمل نکنید، اونم به کارش ادامه میده، شما هم عزت نفستون از مثلا هر درجه ای که هست 1000 تا افت میکنه. ایوا حالا من چرا نشستم اینجا دارم الان این نقاشی میکنم نمیدونم. میبینی اینجور آدم رو معتاد میکنه. یه کتاب نقاشی فیزیکی هم دارم و اونم باید بگردم پیداش کنم. اونم خیلی حال میده. بعد اینا رو که پررنگ میکنید و اینا، خب اینطوری مثلا حالا اینا مثلا بذارم اینجا، مثلا اینطوری، بعد مشکی رو انتخاب میکنیم، میریم برای دورگیری. حالا من الان دست و بالم میلرزه چون گوشیمو با یه دست چپم گرفتم، اینو رو پامه قشنگ در نمید، من بعدا اینو پاک میکنم دوباره انجامش بدم. خلاصه اینجوری شد. خوش به حال یارت، فکر نکنم با هم مشکل داشته باشین چون تو خیلی فهمیده. اول از همه که ازت ممنونم که به من رو به یادم فهمیده میبینی. دوم اینه که همه ما فهمیده ایم، ما فقط همه قابلیت هایی که دلمون میخواد و درونمون داریم، اما فقط باید پیداشون کنیم، خب فقط باید تمرین کنیم یاد بگیریم.
تمرین کردن و یاد گرفتنم نیازمند زمان و وقت و مطالعه و وقت باید بذاری. خب آره، شیوه حال با نمک و حال خوب کنی. خب باید وقت بذاری، یعنی you have to put the work in. مثلا من که از من حالا اگر تو میگی من فهمی، اگه من حالا از 10 8 تا فهمیدم مثلا یه امتیاز میدم، 2 سال پیش من شاید 5 بودم، ولی هی 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 دارم تلاش میکنم، نگریه نکردم، هی دارم تلاش میکنم، من هنوز دارم میرم، که هنوز که دارم میگم، یعنی مثلا من مدرک تخصص NLP مو گرفتم، میتونم الان هیچ کاری نکنم دیگه، ادامه بدم، من هنوز دارم میرم کلاس، دارم وبینارهای کوچا رو شرکت میکنم، دارم از مشکلاتم میگم، دارم از چالشایی که به عنوان کوچ باهاش در دست و پنجه نرم میکنم رو مطرح میکنم، از دیگران، از همسانهای خودم نظر خواهی میکنم، من هنوز تراپیست دارم، من با تراپیستم راجع مشکلات خودم صحبت میکنم. و یکی از نقاط قوتی که شما میتونید داشته باشید نشون دادن ساید آسیب پذیرتون به دیگرانه. ببین اگه من هیچ وقت نیام از بخش وجهه آسیب پذیرم با شما صحبت نکنم، شما میگین این یارو چقدر خوبه، چقدر حالش خوبه، هیچ مشکلی نداره، یا ممکنه بگین چقدر قده، چقدر خودمشکره، چقدر فلان، ولی با نشون دادن ساید و وجهه آسیب پذیرتون به افرادی که براتون مهمن، شما میتونید اعتماد رو بینشون بیشتر کنید. همسرتون مهمترین آدمیه که شما باید باهاش این رابطه رو برقرار کنید. حالا در این حال که ساید آسیب پذیر خودتون رو به همسرتون و یارتون نشون میدین، هم در این حال شما باید بهش این رو هم بگید و آگاهش کنید که شما حواستون به خودتون و مراقبت از خودتون هست، و صرف این که با یک نفر ازدواج میکنید یا وارد رابطه طولانی مدت میشید و متعهد هستین، به این معنی نیستش که این یارو فکر کنه که دیگه هرچه باد آباد شما باهاش میسازید و میسوزید. نه، شما بهش میگین که من تو رو خیلی دوست دارم، رابطه‌مونه. حالا شهناز نوشته خواهرت وقتی ناراحتت میکنه میشه قطع، با همه میشه قطع رابطه کرد، اگر دیگه به بن‌بست میخورین میشه قطع رابطه کرد. خب میگیم ببین من تو رو خیلی دوست دارم، رابطه‌مونم دوست دارم، ما لحظه های شیرین و دوست داشتنی زیاد داریم، اما خودم رو از همه بیشتر دوست دارم، چون یک بار دارم زندگی میکنم و دلم میخواد که خودم و اطرافیانم طوری زندگی کنن که هممون با هم از زندگی لذت ببریم، نه اینکه فقط من هی آسیب ببینم اذیت بشم. حالا بذار بهت بگم من چه چیزایی ناراحتم میکنه. مثلا این رفتار تو دخواد مشکل تو نیست، ولی تو میتونی بگی من این مدلیم. آره ولی منم این مدلیم، من این مدلی ناراحت، من یکی با من این مدلی حرف بزنه، یکی احترامی که من دوست دارم ببینم، یعنی این احترام و کلمه های این شکلی بچه ها کلمه های انتزاعیه، یعنی میتونه هر فردی واسهش یک تعریفی بنویسه. احترام از دید من یک معنی داره، احترام از دید تو یک معنی دیگه داره. به افرادی که در زندگی روی روان تو تأثیر مستقیم دارن باید بفهمونی احترام در دید تو یعنی چی. نمیتونید شما از این اون توقع داشته باشید که همه خواسته ها و ناخواسته های شما رو خودشون حدس بزنن. هر کسی مشکلات خودشو داره، هر کسی درگیری های فکری و مغزی خودشو داره. فهمیدین؟ صدق الله العلی العظیم، دیگه خیلی حرف زدم، بیا 53 دقیقه هم شد، ما بریم اینجا خدافظی میکنم، میذارمش چیز این، میذارمش یوتیوب. شما هم اگر سابسکرایب نکردین به کانال یوتیوب من، لطفا برید سابسکرایب کنید، یعنی اون دکمه ها رو بزنید، ساب اسکرایب،
در مورد ایدئالگرایی هم لایوهای بعد صحبت کنیم. باشه عزیزم ازم چم خط چشم نکشتم، بس برم جلو آینه میکشم توی لایو زن وایب که اومدیم میبینی. و نکته آخر، و نکته آخر، یه شبه به هیچ جایی نمیرسید. با یک بار یک کاریو انجام دادن تأثیر نمیگیرید. یه شبه نمیتونید خودتون بکشید، بزنید دیوار، بزنید به زمین، بالا برید، پایین بیای، یه شبه راه 100 ساله رو نمیتونید برید، حتی با پول. قربونتون برم، خدافظ. آخ آذر، هی اشتباه میگم اسم تو آذر جون، شرمنده اخلاق ورزشید. باشه زرد میکشم نسیم جون، فکر کنم رمیسا هم گفت زرد، نه رمیسا گفت آجوری، زرد و آجوری امروز میکشم. خدافظ.